دوستان عزیز، به کانال آشپزی نارگل خوش اومدید. برنامه امروز ما طرز تهیه نون لواش هستش که یکی از نونهای ترده که به اون نون تنوری هم میگن. طرز تهیه نون لواش به دو دسته کلی تقسیم میشه. یک دسته نون لواش های فوری هستن که به جای مایع خمیر از بگین بوت را استفاده میکنن که نیازی به ور اومدن و عمل اومدن خمیر نداره و فوری ما میتونیم اون رو تهیه بکنیم. یه دسته دیگه هم هستش که از خمیر مایه استفاده میکنیم و زمان بیشتری داره. مواد مورد نیاز برای تهیه نون لواش: آرد گندم 2 پیمانه، آب بلند حدوداً 1 پیمانه، خمیر مایه 1 قاشق غذاخوری، روغن مایه 4 قاشق غذاخوری، شکر 1 قاشق غذاخوری، نمک 1 قاشق چایخوری. خمیر مایه ها 2 نوع هستن. یک نوع دونه درشتش هست که حتما باید به عمل بیاد، بعد مورد استفاده قرار بدیم. یه دسته دیگه هستن که دونه ریز هستن، بهشون میگن خمیر مایه فوری که مستقیم یا میتونیم مستقیم داخل خمیر بریزیم یا اینکه به عمل بیاریم، فرقی نمیکنه. برای به عمل اومدن خمیر مایه رو داخل یه لیوان میریزیم، شکری رو هم که داشتیم بهش اضافه میکنیم. شکر کمک میکنه برای به عمل اومدنش. 1 لیوان آب بلرم داشتیم که نصف اون رو اضافه میکنیم به پودر خمیر مایه و شکر. خوب که با هم مخلوط کردیم، درش رو میذاریم، حدود 10 دقیقه در محیط آشپزخونه قرار میدیم تا خمیر مایه به عمل بیاد. 2 پیمانه آردی رو که داشتیم علک میکنیم بعد از اینکه آرد رو علک کردیم، نمک و روغن رو اضافه میکنیم و خمیر مایه به عمل اومده. بعد میایم آب رو به تدریج اضافه میکنیم و با هم مخلوط میکنیم. ممکنه همه 1 لیوان آب استفاده نشه. بقیه آب رو هم میریزیم. میزان آب بستگی به نوع آردتون داره. آردها یه مقدار با هم دیگه متفاوت هستن. بعد که خوب مخلوط کردیم دیگه نیاز به قاشق نداریم. میایم حدود 10 دقیقه باید این خمیر رو ورز بدیم تا یک خمیر نرم و لطیفی به دست بیاد که دیگه به دستمونم نچسبه. ظرفی رو که میخوایم خمیر رو برای استراحت بذاریم، کمی با روغن چرب میکنیم، بعد میایم خمیر به دست اومده رو که خیلی نرم و لطیف است و در این حال به دست و ظرف نمیچسبه، داخل ظرف قرار میدیم، کمی آرد روی اون میپاشیم، در ظرف رو میذاریم و یه پارچه روی ظرف قرار میدیم و در محیط آشپزخونه میذاریم تا 1 ساعت خمیر استراحت بکنه. بعد از 1 ساعت که خمیر استراحت کرد، میان باز میکنیم، ببینید حجم خمیر 2 برابر شده. پفش رو میخوابونیم
حدود یکی دو دقیقه دوباره ورز میدیم. کمی آرد روی سطح کار میپاشیم، خمیر رو روش قرار میدیم و به قسمت‌های مختلف تقسیم میکنیم. وقتی به قسمت‌های مختلف تقسیم کردیم، چونه میگیریم و دوباره میذاریم 5 دقیقه استراحت بکنه. بعد از 5 دقیقه چونه رو برمیداریم، با دست کمی آمادش میکنیم و بعد میایم خمیر رو باز میکنیم. بعد از اینکه به شکل دایره باز کردیم، تو دستمون میچرخونیم که آرد اضافیش گرفته بشه. هر چقدر نازکتر بشه بهتره. برای پخت نون میام مایتابه رو میذاریم روی حرارت تا گرم بشه. مایتابه که کامل داغ شد، نونی که آماده کردیم داخلش قرار میدیم. شما به جای مایتابه میتونید از ساج یا قابلمه و یا سینی هم استفاده بکنید. سینی های گرد. به محض اینکه شروع کرد به حباب زدن، برمیگردونید. چند بار برمیگردیم تا کامل نونمون آماده بشه و بپزه. یکی دو بار برمیگردونیم تا کامل بپزه. آماده که شد برمیداریم. ببینید چقدر نرم و لطیفه. بلافاصله داخل یک پارچه قرار میدیم تا به همه شکل نرم باقی بمونه. نون لواش ها آماده شد. امیدوارم شما هم این نون لواش خانگی رو آماده و از خوردنش لذت ببرید. خوشحال میشیم ما رو لایک کنید و به کانال ما بپیوندید. ممنون و متشکرم.